شما شنونده دو روز شاگرد سازی در رادیوی جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. به برنامه دوره شاگرد سازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید تا به شما داده شود. پولس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم زیادی دارد. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت دوم. کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارد که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری گرفتند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی پرداخته ایم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا می شود. در قسمت دوم به دعاهایی می‌پردازیم که منجر به تجربه کردن احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می‌گردد. نکته 3، دعاهایی که منجر به تجربه احیای خدا می‌شود. اول، دعا و احیای ارتباطتان با خدا. در دوم تواریخ فصل 33 می‌خوانیم که چطور مننسی پادشاه شریر مقام پادشاهی خود را از دست داد و دوباره به دست آورد. مننسی پادشاه یکی از پادشاهان شریر یهودا بود. او بت‌پرستی را رواج می‌داد. او برای بت‌ها همه جا مذبح می‌ساخت و حتی در داخل معبد خدا بتی را قرار داد. او پسران خود را در آتش برای بت‌ها قربانی کرد. او جادوگری و فالگیری و غیب‌گویی می‌کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت می‌نمود. او به قدری زیردستان خود را منحرف ساخت که از تمام قوم‌هایی که خدا هلاک ساخته بود بیشتر شرارت می‌کردند. او هیچ توجهی به هشدار خدا نشان نداد و عاقبت خدا او را داوری کرد. او را اسیر ساختند. در بینی او حلقه انداختند. او را با غل و زنجیر بستند و از طریق بیابان به بابل بردند. در آنجا در بابل در حین تنگی به خداوند دعا کرد و خود را در مقابل خداوند بسیار فروتن ساخت. خداوند تحت تأثیر دعای صادقانه او قرار گرفت و او را به اورشلیم بازگرداند تا باز هم پادشاه باشد. آنگاه مننسی پی برد که خداوند فقط خداست. بعد از آن مننسی بت‌پرستی را نابود ساخت و مردم را به خدمت خدای زنده هدایت می کرد. نتیجه از طریق دعا شخصی که دارای زندگی شریرانه است می تواند احیا شود و زندگی عادلانه ای داشته باشد. همراه با خدا هیچ کس مایوس نمی شود. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. شنونده عزیز، اگر شما زندگی ناپاکی دارید دعا کنید
که خدا شما را نجات دهد و شما را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشید. دوم، دعا و احیای سرزمینتان. در دوم تواریخ فصل 7 در مورد قوم خدا می‌خوانیم که چطور در زمان خشکسالی و قحطی دعا کردند. خدا می‌گوید هرگاه آسمان را ببندم تا باران نبارد یا امر کنم که ملخ‌ها تمام محصولات زمین را بخورند و بلا بر قوم خود نازل کنم، اگر قوم من که به اسم من خوانده می‌شوند فروتن شوند، دعا کنند و مرا بطلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می‌بخشم و سلامتی را بر سرزمین آنها باز می‌گردانم. نتیجه، از طریق دعا خدا می‌تواند سرزمین تخریب شده را شفا دهد. از طریق دعا خدا می‌تواند به مناطقی که خشکسالی وجود دارد باران بفرستد، محصولات آفت زده را احیا کند و کسانی که دچار بیماری‌های شدید هستند را شفا دهد. شنونده عزیز، اگر سرزمین شما تخریب شده، از همین حالا برای شفای آن دعا کنید. نکته 4، دعاهایی که منجر به دریافت برکت خدا می شوند. اول، دعا برای داشتن فرزند. در اول سموئیل بابهای 1 و 2 در مورد زنی به نام حنا می خوانیم که فرزندی نداشت. زن دیگری مدام او را به این خاطر مسخره می کرد. بالاخره حنا تصمیم گرفت از خدا فرزندی بخواهد. او دعا کرد و گفت ای خداوند قادر متعال، به حال زار من توجه نما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم می کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد. کاهن معبد فکر کرد حنا مست است، چون فقط لبهایش تکان می خورد. اما حنا به او گفت که او با دل شکستگی و غم بسیار دعا می کند و آن را با خداوند در میان می گذارد. پس از مدتی حنا پسری را حامله شد. او را سموئیل نامید که معنی آن این است خدا می شنود دعایم را. و وقتی سموئیل بزرگ شد، یکی از بزرگترین انبیای سرزمین اسرائیل و همچنین آخرین داور اسرائیل شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را به دادن فرزند برکت دهد. او می تواند آنها را با فرزندانی که بعدها خداوند را خدمت می کنند برکت دهد. دوم، دعا برای زندگی طولانی. در دوم پادشاهان فصل 20 در مورد مرگ حزقیا می خوانیم اشعیای نبی نزد او آمد و گفت وصیت بکن چون عمرت به آخر رسیده است، تو از این مرض شفا نخواهی یافت. حزقیا صورت خود را به طرف دیوار برگردان و دعا کرد خداوندا به خاطر آور چقدر نسبت به تو وفادار و امین بودم و چطور سعی کردم مطابق میل تو رفتار کنم. حتی قبل از اینکه اشعیای نبی آن محل را ترک کند، خدا دعای حزقیا را شنید. اشعیا به طرف حزقیا برگشت و پاسخ خداوند را به او داد. خداوند دعای تو را شنیده و اشکهایت را دیده است و او تو را شفا خواهد داد. 15 سال دیگر بر عمر تو خواهد افزود. خدا حتی برای اینکه ایمان حزقیا به کلام خدا را افزایش دهد، به او یک نشانه خاص داد، مبنی بر اینکه شفای او اتفاق خواهد افتاد. خدا اجازه داد که سایه ساعت آفتابی 10 درجه به عقب برگردد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند زندگی ها را نجات دهد و حتی طول عمر قوم خود را افزایش دهد. سوم، دعا برای بزرگ شدن قلمروی روحانی و آزادی از رنج. در اول تواریخ فصل 4 آیه 20 می‌خوانیم که یبیس در حضور خدای اسرائیل گریست. ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت‌ها دور نگه دار تا رنج نکشم. و بعد می‌خوانیم و خدا دعای او را اجابت فرمود. آیا مسیحیان می توانند برای وسیع شدن زمین خود دعا کنند؟ درخواست یبیس برای بزرگ شدن سرزمین در واقع قسمتی بود از تصرف سرزمین وعده کنعان توسط اسرائیل. این وعده های خدا به اسرائیل قبلا انجام شده است و مسیحیان نباید با این قسمت از دعای یبیس دعا کنند.
ولی قسمت اول دعای یبیس دارای کاربردی روحانی است. مسیحیان می توانند دعا کنند که خدا خدمت روحانیشان را وسیع گرداند. برای مثال، مسیحیان می توانند دعا کنند خدا عده بیشتری را به کلیسا ملحق کند، یا اینکه خدا کارگران بیشتری برای برداشت محصول بفرستد. در اعمال فصل 2 آیه 47 می خوانیم که خدا هر روز نجات یافتگان بیشتری را به جمع آنها می افزود، و در متا فصل 9 آیه 35 الی فصل 10 آیه 4 عیسی شاگردان را دعوت می کند تا پیام رسانان او باشند، نوری برای امتها بوده و نجات را به اقصا نقاط زمین ببرند. مسیحیان قطعا می توانند با قسمت دوم دعای یبیس دعا کنند. آنها می توانند دعا کنند که خدا آنها را از آسیب و درد حفظ کند. اگر این اراده خدا باشد، آن را انجام خواهد داد. ولی اگر هماهنگ با اراده او نباشد، این کار را نخواهد کرد. چون او می داند که برای هر مسیحی چه چیز بهتر است. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قلمروی روحانی قوم خود را وسیع گرداند، و از طریق دعا خدا می تواند آنها را از آسیب و رنج حفاظت کند. چهارم، دعا برای غذا و لباس. در امثال فصل 30 آیه 8 الی 9 آگور می گوید مرا نه تهیدست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده، چون اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم، و اگر تهیدست گردم امکان دارد دزدی کنم. در چنین جای کتاب مقدس خدا به قوم خود وعده می دهد که آنها را با غذا و لباس برکت می دهد اگر از او بطلبند. در متا فصل 6 آیه 25 الی 34 عیسی می گوید قوم او هرگز نباید نگران زندگیشان باشند، یعنی اینکه چه بخورند و یا بنوشند و یا برای جسم خود و یا لباس نگران باشند. حیات، غذا و یا لباس از بزرگترین برکاتی هستند که خدا به قومش می دهد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 6 الی 8 پولس می گوید اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم، حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند برای قوم خود غذا و لباس آماده کند. شنونده ی عزیز، آیا می خواهید خدا شما را برکت دهد؟ پس دعا کنید و از خدا برای خودتان برکت بخواهید. خدا می تواند شما را با برکات جسمی، روانی، مادی و همینطور روحانی برکت دهد. نکته 5، دعاهایی که منجر به دریافت کمک خدا می شود. اول، دعا و دریافت وعده کمک خدا. در ارمیا فصل 33 آیه 3 خدا می گوید از من درخواست کنید و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. خدا قوم خود را تشویق می کند که در مورد نیاز او را صدا بزنند. خدا وعده می دهد که به آنها نه در حرف بلکه در عمل پاسخ خواهد داد. این اعمال خدا به صورت وعده در ارمیا فصل‌های 30 تا 33 وجود دارد. خدا وعده می‌دهد که با این اعمال بزرگ به قوم خود پاسخ خواهد داد. خدا یوغ بردگی بیگانگان را خواهد شکست. او آنها را به محبت خود جذب خواهد کرد. آنها را دوباره جمع کرده و زخم‌هایشان را شفا خواهد داد. او آنها را به نزد نهرهای آب و به سرزمین همواری که در آن لغزش نخواهد بود هدایت خواهد کرد. او مانند یک شبان از آنان مواظبت خواهد کرد. او آنها را از چنگ کسانی که از ایشان قوی ترند نجات خواهد داد. او آنها را با فراوانی برکات، آسودگی و رضایت خواهد بخشید. به طور خلاصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید. او آنها را بخشیده و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او تعلیم خود را بر ذهن و قلب آنها خواهد نوشت.
آنها مانند باقی سیراب خواهند بود. او ترس خدا را به خاطر نیکویی خودشان و فرزندانشان در وجود آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و یاغیگری آنها را خواهد بخشید. آنها را پاک خواهد کرد و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و سرنوشت آنها را احیا خواهد کرد و آنها از صلح و امنیت خوشی خواهند کرد و خدا تعداد آنها را مانند ستارگان بیشمار خواهد گردانید. اینها کارهای عظیمی است که خدا انجام خواهد داد و تحقق وعده‌های عهد خدا با قومش می باشد که در سر تا سر عهد عتیق به چشم می خورند. این وعده‌ها ناشناخته نیستند، چون خدا بارها و بارها این وعده‌ها را برای آنها انجام داده است. چیزی که ناشناخته و غیر قابل جستجو است چیزهایی نیست که خدا وعده انجام آنها را داده است، بلکه نحوه انجام این وعده های عهد است. آنچه ورای تفکر انسانی است، زمان و نحوه انجام این مواردی است که خدا وعده داده است. نتیجه، از طریق دعا، خدا وعده خود را که به ما کمک خواهد کرد، انجام خواهد داد. دوم، دعا و دریافت علم مخفی از خدا. در دانیال فصل 2 در مورد دانیال می‌خوانیم که از طریق خواب پیغامی از طرف خدا دریافت کرد. خدا می‌تواند از خواب برای حرف زدن با قوم خود استفاده کند. در اینجا خدا پیغامی به پادشاه بزرگ نبوکدنصر می‌دهد. پادشاه می‌دانست که اختربینان او قبل از تفسیر خوابش ابتدا می‌خواهند ماجرای خواب او را بدانند. اما پادشاه چطور میتوانست مطمئن شود که تفسیر آنها درست است؟ اگر آن اختربینان میتوانند خوابهای او را تفسیر کنند، پس باید بتوانند ماجرای خواب او را هم بازگو کنند. پس پادشاه زرنگ از آن اختربینان خواست که هم خواب و هم تفسیرش را بازگو کنند. هیچ کدام از آن منجمان، جادوگران و طالبینان یا حکیمان نتوانستن این کار را انجام دهند. پس پادشاه فرمان قتل آن هیلگران را صادر کرد. ولی دانیال نبی که به آن کشور تبعید شده بود با دوستانش در حضور خدا دعا کرد. آنها از خدا خواستند که راز خواب پادشاه را برای آنها آشکار کند تا جان عده‌ای بیگناه از مرگ نجات پیدا کند. در آن شب خدا هم خواب و هم تفسیرش را برای دانیال آشکار ساخت. بعد از اینکه دانیال خواب و تفسیر آن را به پادشاه گفت، پادشاه به روی خود درافتاد و گفت: به راستی خدای شما، خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اسرار است. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند نسبت به چیزهایی که برای دیگران مخفی است، بینش و بصیرت ببخشد. با دعا او می تواند خوابها و رویاها را توضیح دهد. ولی بینشی که خدا می‌بخشد هیچ وقت با آنچه که در کتاب مقدس آمده تناقض ندارد. نکته 6، دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می‌شوند. اول، دعا و اطمینان از اقتدار خدا در تمام وقایع. در دانیال فصل 10 در مورد دانیال می‌خوانیم که سعی می‌کرد آینده قوم خدا را بداند. به مدت 3 هفته روزه محدود گرفت، سوگواری و دعا کرد. بعد از پایان 3 هفته فرشته خدا وارد شد و گفت: از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. سپس فرشته گفت: وقتی از نزد تو بازگردم، به جنگ فرشته‌ای که بر پارس حکمرانی میکند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای که بر یونان حکمرانی می‌کند خواهم جنگید. واضح است که بین قوم خدا و دشمنانش که می‌خواهند مانع گسترش انجیل شوند، نبردی بر روی زمین در گرفته است.
نبردی روحانی نیز بین فرشته خدا و دیوهای شیطان وجود دارد. شیطان و تمام دیوهایش سعی می کنند که کلام خدا را از هر جا که کاشته می شود بدزدند و سعی می کنند که ذهن مردم را طوری کور کنند که به مسیح ایمان نیاورند. عیسی مسیح طی نخستین آمدنش با مرگ و قیامش شیطان و دیوها را به بند کشید. گرچه هنوز هم شیطان و دیوهایش آسیب‌های فراوانی می‌زنند، ولی نمی‌توانند جلوی گسترش انجیل را به همه قوم‌ها و شهرها و روستاهای جهان بگیرند. نتیجه، از طریق دعا خدا آشکار می‌کند که قدرت او بسیار عظیم‌تر از قدرت شیطان است. اگرچه قوم خدا بی‌دفاع به نظر می‌آیند، اما فرشته‌های خدا در کنار آنهاست. گرچه کشمکش روی زمین آنقدر شدید است که این شک را ایجاد می کند که آیا واقعاً قوم خدا می توانند دوام بیاورند، اما رویایی که به دانیال داده شد این اطمینان را می دهد که هر چقدر وضعیت ناامید کننده باشد، خدا کاملاً بر اوضاع مسلط است و نتیجه قبلاً تعیین شده است. دوم، دعا و آوردن میوه بسیار و ماندنی. در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی به شاگردانش گفت: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. وقتی مسیحیان انجیل را موعظه می کنند و مردم را بنا می کنند تا از نظر روحانی به ایماندارانی بالغ تبدیل شوند، خدا هم به دعاهای آنها پاسخ خواهد داد. نتیجه، از طریق دعا خدا موعظه انجیل و بنا کردن مردم را بسیار مثمر ثمر می‌گرداند. سوم، دعا و افزایش تعداد شاگردان. در اعمال فصل 6 می‌خوانیم که چطور رهبران کلیسا تصمیم گرفتن خود را وقف دعا، موعظه و تعلیم کتاب مقدس کنند. در نتیجه می‌خوانیم که چطور خدا تعداد شاگردان را بسیار افزایش داد. هر روز تعداد جدیدی به مسیح ایمان می‌آوردند و به کلیسا ملحق می‌شوند. نتیجه، از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد پیروان مسیح را چند برابر کند. از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد زیادی را به کلیسا ملحق کند. شنونده عزیز، آیا می خواهید خدا از شما برای گسترش ملکوت خود استفاده کند؟ پس دعا کنید تا خدا نیروی روح‌های شریر را در هم شکند. دعا کنید تا میوه بیشتر و ماندنی بیاورید. دعا کنید تا خدا در سر تا سر جهان ایمانداران جدیدی به کلیسا اضافه کند. تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. ایزه عظیم مسیحا نجات داده ما
اکنون بینم او را. فیض خدا رهایم کرد زهر ترس و گناه. امیدواریم این دروس باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 201-638-98-98-98 تکرار می کنم 201-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.